اخیراً در نتیجه درگیری بین ارتش دولت میانمار و ارتش آراکان صدها غیر نظامی کشته و هزاران نفر آواره شدند. این رخدادها واکنش سازمان ملل متحد را نسبت به تکرار جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در برداشت. در ادامه گزارش همکارم در این زمینه را ببینیم. کمیساریای عالی حقوق بشر نسبت به تهدید جدی جان مسلمانان روهینگیا در میانمار در نتیجه درگیری‌ها در ایالت راخین هشدار داد و گفت که زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. جرمی لارنس، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که خطر تکرار جنایات گذشته زیاد است. وی افزود از زمان فروپاشی آتش بس غیر رسمی که به مدت یک سال بین دو طرف در نوامبر گذشته ادامه داشت، صدها نفر در ایالت راخین کشته و زخمی شدند و تعداد آوارگان به بیش از 300 هزار نفر افزایش یافته است. این سخنگو به نقل از فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت ایالت راخین بار دیگر به میدان نبردی تبدیل شده که بازیگران متعددی در آن مشارکت دارند و غیر نظامیان در معرض خطر بوده و بهای سنگینی را می‌پردازند. وی در ادامه تأکید کرد آنچه به ویژه نگران کننده است این است که اگرچه مردم روهینگیا در سال 2017 توسط یک گروه هدف قرار گرفتند، اما اکنون بین دو گروه مسلح با سابقه کشتار به دام افتادند و نباید اجازه داد دوباره هدف قرار گیرند. او همچنین به خبرنگاران گفت که ارتش میانمار به سرعت در حال از دست دادن قلمرو خود به ارتش آراکان در سراسر شمال و مرکز راخین است و در مواجهه با شکست شروع به سربازگیری اجباری، رشوه دادن و وادار کردن مردم روهینگیا جهت پیوستن به صفوف خود کرده است. وی در ادامه سخنان خود افزود با توجه به حوادث وحشتناکی که 6 سال پیش رخ داد و تبعیض شدید علیه روهینگیا از جمله محرومیت از شهروندی، ناجوانمردانه است که آنها به این شکل هدف قرار گیرند. وی در پایان اظهار داشت کشورهایی که نسبت به ارتش میانمار و گروه‌های مسلح درگیر نفوذ دارند باید از همکنون برای محافظت از غیر نظامیان در ایالت راخین و جلوگیری از بروز فجایع تلخ دیگر و آزار و اذیت وحشتناک مردم روهینگیا تلاش کنند. بیشتر صحبت کنیم در این باره با رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران. سلام، وقتتون بخیر. آقای رئیسی، در حال حاضر طرف‌های درگیر در میانمار که موجب کشته و مجروح و آواره شدن مسلمانان روهینگیا شدند چه گروه‌هایی هستند؟ با عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی، من البته بخش اول صحبت‌های سوال حضرت عالی رو نداشتم، ولی قسمت پایانی رو که شنیدم متوجه سوال شما شدم. پیش از هر چیز من عذر می‌خوام چون سرما خوردم و یه صدام آزاردهنده است برای بینندگان عزیز، محضرشون عذرخواهی می‌کنم. متشکرم. ابتدا من عرض کنم که ببینید، اسلام در همون قرن اول هجری از طریق بازرگانان مسلمان وارد منطقه شرق آسیا از جمله میانمار امروزی میشه و اینها در همون ایالت آراکان مستقر میشن و در سواحل آراکان استقرار پیدا میکنن تا 1774 یک زیست بسیار مسالمت‌آمیز با بوداییان و گروه‌ها و نهله‌های فکری دیگر و مذاهب دیگه داشتن و هیچ مشکلی هم نداشتن و از این سال‌هاست که ما درگیری اینها رو می‌بینیم تا به سال 2017 میرسه. در قرن اخیر از سال 2000 و بعد تضییقات و فشارها علیه روهینگیا و مسلمانان زیاد میشه و در سال 2017 به اوجش میرسه که اون فاجعه عظیم و جنایت عظیم صورت میگیره که بالغ بر 30,000 مسلمان کشته میشن و بنا به آمارهای وحشتناکی که ارائه شد به 18,000
زن و دختر مسلمان تجاوز میشه و بسیاری از اونها قریب به 300 هزار نفر هم آواره میشن که به بخشش به بنگلادش میرن، اون طرف هم به تایلند که مرزهای خودش رو حفظ میکرده. این یک سابقه است که بعداً ارتش برای مسلمان ها و روهینگی ها برای دفاع از خودشون تشکیل ارتش آزادی بخش ملی رو میدن، ارتش کاچین و کاین رو تشکیل میدن و ارتش های متعدد دیگری که، ولی بعداً اینها تبدیل به دو گروه اصلی تبدیل میشن، یکی ارزم به حضورتون که ارتش برای دفاع از خودشون اینها این گروه ها رو تشکیل میدن که به دو ارتش ارزم به حضورتون کاچین هست و ارتش آزادی بخش دموکراتیک هست که در برابر این حجم قرار میگیرن. بله. و برای حفظ نوامیس و دفاع از خودشون اقدام به فعالیت میکنن. بله، در رابطه با گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر نسبت به تهدید جدی جان مسلمانان روهینگیا در میانمار هم دیدگاه خودتون رو بیان بفرمایید. برای مسئله بسیار مهمیه که مورد اشاره شما هم قرار گرفت. درگیری بین ارتش میانمار و ارتش آراکان در کنار تنش‌های بین روهینگیا و جوامع بویدی قومی ایالت راخین یه خطر بسیار جدی است که تکرار جنایت قبلی رو زنده میکنه، زنگ خطری است که به صدا در اومده و نباید اجازه داده بشه که اون گذشته خونبار تکرار بشه. با حوادث اخیر ایالت راخین بار دیگه به میدان نبردی تبدیل شده که بازیگران متعددی در اون مشارکت دارن، زیرا چون اون شکستی که اخیراً دولت نظامی و نظامیان این در پی درگیری های ایجاد شده متحمل گردیده، تا اونجایی که حتی فرمان خروج نیروهاش و دولت نظامی از پست های نظامی مستقر در شهر میوادی اعلام کرده و فراخوان داده، یک موقعیت بسیار خطرناکی رو ایجاد کرده، چون شهر میوادی که مرکز راخین باشه یک مرکز تجاری بسیار مهم اساسی هست برای کشور میانمار و این درگیری موجب این شده که موقعیت بسیار خطرناکی رو به وجود بیاره تا دوباره جان غیر نظامیان در معرض تجاوز و خطر قرار بگیره. بله. آقای رئیسی، چگونه کشورهای تاثیرگذار بر دو طرف درگیر در میانمار می توانند جهت کاهش تنش نقش آفرینی نمایند؟ پرسش بسیار مهمیه. با توجه به حوادث اخیر که ایالت راخین رو به میدان نبرد تبدیل کرده، اگرچه مردم روهینگیا در 2017 توسط یک گروه مورد هدف قرار گرفتن، اما اکنون بین دو گروه مسلح با سابقه کشتار، با سابقه رفتارهای بسیار ضد بشری به دام افتاده. لذا بنا به اونچه که خود آقای گوترش دبیر کل محترم سازمان ملل در 2023 هم اعلام کرد، این آتش بس موقتی که بینشون صورت گرفته بود بسیار شکننده بوده. بله. و الان هم شاهد این شکننده هست. لذا اینها بسیار بسیار مسئله مهمی است که باید سازمان ملل و سازمان‌های زیربط جهانی نسبت به اقدام مؤثر و به موقع برای پیشگیری و از فجایعی که قبلا رخ داده دست به کار بشن. بله. اون اقدامات مهمی که باید انجام بشن جلوی شعله ور شدن آتش این درگیری رو که تحقیقا بیش از هر چیز غیر نظامیان، زنان، کودکان و سالخوردگان رو در بر میگیره و اونها رو مورد اذیت و آزار شدید قرار میده و حتی جانشون رو فهد گرفت، باید وارد بشن. دولت‌های کشورهای اسلامی موظفن با رایزنی‌های گسترده‌ای که با سازمان‌های زیربط بین‌المللی می‌کنن و از اون فشاری که بر دولت نظامی میانمار باید به وجود باید بیارن، باید در حلقه و تنگناسازی دولت میانمار که از جمله وظایف این دولت
برقراری امنیت و نظم در میان شهروندان و کشور هست که این از بدیهیات اولیه وظایف دولت هاست. بله. باید به این وادارش بکنند جلوگیری کنه از بروز اون حوادث تلخی که هر آن شعله برخواهد شد. بله، بسیار متشکرم از شما. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران.